24مین روز مهر ماه برابر با 16 اکتبر سال 1223 خورشیدی برابر با 1844 میلادی، زادروز فردریش نیچه، فیلسوف معروف آلمانی و صاحب نظریه مرد برتر که در لایپزیگ آلمان به دنیا آمد. وی از 4 سالگی خواندن و نوشتن را فرا گرفت و پس از طی 2 دروس متوسطه در دانشگاه بن و لایپزیگ تحصیل کرد. نیچه مردی فوق‌العاده حساس بود و همه ادیان جهان را نفی و رد کرد و اصول اخلاقی دنیای قدیم را با آوردن اندیشه ابرمرد محکوم ساخت. ابرمرد در تفکرات نیچه غایت وجود عنوان شده و ترتیب زندگانی و اصول اخلاقی را در مسیری عنوان می کرد که مرد برتر ظهور کند. وی بر این عقیده بود که تقدس و شفقت با روح مهاجم مرد برتر ناسازگار است و می گفت برای ایجاد یک مرد برتر باید میلیون ها نفر از مردم پوشالی و ناتوان را نابود کرد. سال 1262 خورشیدی برابر با 1883 میلادی، زادروز دیوید بن گوریون بانی اسرائیل. دیوید بن گوریون اولین نخست وزیر کشور اسرائیل بود. وی رئیس کمیته اجرایی آژانس یهود و رهبری اقدامات سیاسی نظامی صهیونیست‌ها در فلسطین زیر قیومیت انگلستان را با هدف تشکیل کشور اسرائیل بر عهده گرفت و همینطور نیز با گروه‌های شبه نظامی اشترن و ارگون و با سازمان هاگانا همکاری می‌کرد. در سال 1953 از نخست وزیری استعفا داد و در سال 1955 به عنوان وزیر دفاع اسرائیل انتخاب شد. وی 2 بار به عنوان نخست وزیر کشور اسرائیل انتخاب شد. دیوید بن گوریون نهایتاً در سال 1970 از فعالیت‌های سیاسی کنارگیری کرد. نقل است که دیوید بن گوریون خانم گولدا مایر را تنها مرد در دولت اسرائیل نام داده بود. دیوید بن گوریون همواره عقیده داشت که باید بیابان نقب که قسمت اعظم خاک اسرائیل را تشکیل می‌دهد به تدریج آباد گردد و بخشی از جمعیت کشور به آن نقطه انتقال یابد. دیوید بن گوریون محل سکونت خیش در سالهای آخر عمر را در صحرای نقب انتخاب کرد و طبق وصیتش در همانجا به خاک سپرده شد. از این رو دانشگاهی که در شهر برسبع برپا گردید دانشگاه بن گوریون نام گرفت. سال 1368 خورشیدی برابر با 1989 میلادی، در گذشت استاد مرتضی حنانه، آهنگساز معاصر ایرانی که پس از طی دوران ابتدایی و ورود به هنرستان موسیقی از طرف هنرستان به چکسلواکی رفت تا آموزش‌های لازم را طی کند. با شروع جنگ جهانی دوم این هنرستان تعطیل شد، ولی مرتضی حنانه با تلاش خود و دوستانش پایه ارکستر سمفونیک تهران را بنا گذاشت. او بعدها برای تکمیل تحصیلاتش در موسیقی به ایتالیا رفت و پس از بازگشت به ایران به تدریس موسیقی پرداخت. حنانه پس از مدتی ارکستر سمفونیک رادیو ایران را با نام فارابی تأسیس کرد و پس از افتتاح تلویزیون ایران در سمت مشاور سرپرستی کلاس‌های آموزش فنی خوانندگان را تشکیل داد. حنانه اولین کسی است که در ایران به ساخت موسیقی فیلم اقدام کرده است. گام‌های گمشده دروازه‌های متروک و مقاصد الالهان از جمله آثار استاد مرتضی حنانه می‌باشند.